Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου πώς μπορείς να προστατευτείς από τον πανικό των fake news στα Farsi. خبر را منتشر کنید، نه ویروس را. سازمان سولیداریتی ناو با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان و پاد نقطه جی آر از طریق ارائه یک سری پادکست از شما حمایت می‌کنند. به گزارش رادیویی چطور می‌توانید خودتان را از اخبار جعلی و شایعات دور نگه دارید، به زبان فارسی گوش دهید. خبر را منتشر کنید، نه ویروس را. در مبارزه برای کاهش انتقال ویروس کرونا همه ما یک تیم هستیم. آگاه میمانیم، احتیاط میکنیم، امن میمانیم و از اطرافیان ما حفاظت میکنیم. ویروس کرونا، گمراهی و وحشت. به اخبار جعلی نه بگویید. در این قسمت به شایعات و اخبار جعلی در مورد ویروس کرونای جدید همچنین با نام کووید 19 میپردازیم. و راهنمایی های سازمان بهداشت جهانی را در مورد حقایق مربوط به ویروس کرونا به اشتراک می‌گذاریم. در این قسمت وقتی ما درباره ویروس کرونا صحبت می‌کنیم، منظور ویروس جدید کووید 19 است. به افراد در هر سنی توصیه می‌شود با رعایت مسافت‌های اجتماعی، بهداشت دست و بهداشت تنفسی مناسب برای محافظت خود از این ویروس قدم بردارند. هر کسی می‌تواند به ویروس کرونا مبتلا شود. افراد در هر سنی با هر ملیت و نژادی و در هر کلاس اجتماعی که باشند می توانند به ویروس کرونا آلوده شوند. افراد مسن و افرادی با بیماری های خاص مانند آسم، دیابت، بیماری های قلبی به نظر می رسد بیشتر تحت تاثیر این ویروس قرار دارند. افراد در هر سنی که تب، سرفه و مشکل در تنفس دارند باید به دنبال مراقبت های پزشکی باشند. فرد آلوده به ویروس کرونا همیشه علائمی ندارد. همه افراد مبتلا به کرونا لزوماً علائمی ندارند. برخی از افراد ممکن است به ویروس آلوده شده و به هیچ وجه علائمی نداشته باشند و یا فقط علائم خفیفی از خود نشان دهند. اما حتی افرادی که علائم بسیار خفیف دارند هم می توانند ویروس را منتقل کنند. علائم شایع ویروس کرونا تب، سرفه خشک و خستگی است. برخی از افراد ممکن است بدن درد، گرفتگی بینی، گلودرد، اسهال، لرز و از دست رفتن ناگهانی یا کاهش حس طعم و بو را تجربه کنند. این علائم معمولاً خفیف هستند و به تدریج شروع می‌شوند. بیشتر افراد حدود 80% بدون مراجعه به بیمارستان بهبودی خود را به دست می‌آورند. حدود 1 از هر 5 مورد به شدت بیمار شده و دچار مشکلات تنفسی حاد می‌شوند. ویروس کرونا هم در هوای گرم و هم در هوای سرد منتقل می شود. شواهد تاکنون نشان می دهد کرونا در تمام مناطق جهان با هر آب و هوایی، چه هوای گرم و مرطوب و چه هوای سرد قابل انتقال است. صرف نظر از شرایط آب و هوایی، مهم است که با پیروی از راهنمایی های بهداشتی از خود و دیگران در مقابل این ویروس محافظت کنید. کرونا نمی تواند از طریق نیش پشه منتقل شود. تا به امروز هیچ مدرکی مبنی بر انتقال ویروس کرونا توسط پشه‌ها وجود ندارد. کرونا یک ویروس تنفسی است که در صورت سرفه، عطسه یا صحبت کردن فرد مبتلا گسترش می‌یابد. این قطرات که از دهان و بینی بیرون می‌آید می‌تواند بر روی اجسام و سطوح نزدیک فرد مانند میز، دستگیره یا سایر اجسام فرود آید. افراد می‌توانند با لمس این اشیا یا سطوح و سپس تماس با چشم، بینی یا دهان خود را آلوده کنند. برای جلوگیری از ابتلا به عفونت مهم است که مرتباً دستان خود را با آب و صابون بشویید و با مواد ضد عفونی کننده الکلی تمیز کنید. نوشیدن الکل در برابر عفونت ویروس کرونا از شما محافظت نمی‌کند. مصرف الکل نه تنها از شما در برابر کرونا محافظت نمی‌کند، بلکه می‌تواند بدن شما را در برابر عفونت آسیب‌پذیر کند. نوشیدن الکل سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و مقاومت بدن شما را در برابر عفونت احتمالی کاهش می‌دهد. در حالی که ضد عفونی کننده های الکلی می‌توانند ویروس را بر روی سطوح از بین ببرند، اما مصرف نوشابه های الکلی باعث از بین رفتن ویروس در بدن شما نمی‌شود.
مصرف الکل در دستگاه گوارش مانع از ورود و گسترش ویروس از طریق دستگاه تنفسی نمی شود. مصرف الکل ضد عفونی کننده بسیار خطرناک است و می تواند باعث ایجاد مسمومیت شود. اسپری کردن الکل یا کلور بر روی پوست باعث از بین رفتن ویروس کرونا نمی شود. اسپری کردن الکل یا کلور در سطح پوست شما ویروس هایی را که از قبل وارد بدن شما شده اند را از بین نمی برد. استفاده از چنین موادی می تواند برای لباس یا قشرهای مخاطی یعنی چشم و دهان مضر باشد. توجه داشته باشید که الکل و کلور برای ضد عفونی کردن سطوح می تواند مفید باشند، اما لازم است طبق توصیه های مناسب از آنها استفاده شود. برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا، مرتبا دستان خود را تمیز کرده و از تماس با چشم، دهان و بینی خودداری کنید. کرونا از طریق غذا منتقل نمی شود. هیچ نشانه ای از انتقال این ویروس از طریق غذا وجود ندارد. با توجه به بقای ضعیف ویروس بر روی سطوح، انتقال از طریق مواد غذایی یا بسته هایی که در روزها یا هفته های گذشته در دمای اتاق یا در شرایط انجماد عمیق مورد استفاده قرار گرفتند، بعید به نظر می رسد. با این وجود، شخص با لمس کردن سطوح آلوده شده توسط ویروس و سپس لمس کردن دهان، بینی یا چشم خود می تواند به این بیماری مبتلا شود، اگرچه این روش اصلی انتقال نیست. شستن میوه ها و سبزیجات با مواد ضد عفونی کننده خطرناک است. استفاده از مواد ضد عفونی کننده برای شستشوی میوه ها و سبزیجات یا سایر مواد غذایی روش مناسبی نیست، زیرا ممکن است باعث مسمومیت یا سایر خطرات شود. آماده سازی ایمن هر وعده غذایی نه تنها در طول بیماری حملگیر، بلکه به طور کلی برای محافظت در برابر میکروب ها و ویروس ها نیز مهم است. برای تهیه غذای ایمن، دستان خود را حداقل 20 ثانیه قبل از آماده کردن غذا با آب و صابون بشویید. میوه ها و سبزیجات را قبل از برش دادن با آب کافی بشویید و آنها را با یک حوله یا پارچه تمیز خشک کنید. چاقو یا چنگال مورد استفاده برای آماده سازی غذا و بر روی گوشت خام، غذاهای دریایی، مرغ، تخم مرغ و غیره را قبل از استفاده کامل بشویید. سطوح و ظروف آشپزخانه را بعد از هر بار استفاده با مواد شوینده و آب گرم بشویید. مصرف سیر به حفاظت در برابر عفونت ویروس کرونا کمکی نمی کند. سیر ممکن است خاصیت ضد میکروبی فراوانی داشته باشد. با این وجود هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مصرف سیر می تواند شما را در مقابل ویروس کرونا محافظت کند. اپیدمی ویروس کرونا مربوط به فناوری‌های خاص نمی باشد. این تئوری ها عمدتاً در رسانه های اجتماعی تولید شده که همه‌گیری کرونا را با توسعه شبکه های تلفن همراه نسل 5 مرتبط می کنند. سازمان بهداشت جهانی اظهار داشته است که هیچ گونه عوارض جانبی منفی ناشی از قرار گرفتن در معرض فناوری هیبیسی مانند فناوری 5G نیست. داروهای موجود می توانند علائم ویروس کرونا را درمان کنند، اما نه خود ویروس را. تا به امروز هیچ داروی خاصی برای پیشگیری یا درمان کرونا توصیه نشده است. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، در حالی که یک واکسن برای استفاده عمومی زمان برای توصیه لازم دارد، واکسن در نهایت میتواند در کنترل این بیماری همگیر جهانی مؤثر باشد. تا زمان ایجاد واکسن، برای جلوگیری از شیوع ویروس باید اقدامات پیشگیرانه مانند رعایت مسافت اجتماعی و شستشوی مکرر دست ادامه یابد. افراد آلوده به ویروس برای رفع و درمان علائم باید مراقبت‌های لازم را انجام دهند و افراد مبتلا به بیماری شدید باید مراقبت بهینه را تا بهبودی کامل به کار بگیرند. برخی از درمان‌های خاص از طریق آزمایشات بالینی تحت بررسی و آزمایش هستند. واکسن زاتوریه شما را در مقابل ویروس کرونا محافظت نمی کند. واکسن های موجود در برابر بیماری زاتوریه مانند واکسن پنوموکوکی و واکسن هموفیلوس برای مقابله با آنفولانزای نوع B از شما در برابر ویروس جدید کرونا محافظت نمی کنند. اگرچه این واکسن ها مؤثر نیستند، اما به طور کلی واکسیناسیون در برابر بیماری های تنفسی برای سلامت شما بسیار توصیه می شود. ویروس کووید 19 آنقدر جدید و متفاوت است که به واکسن خاص خود نیاز دارد. آنتی بیوتیک ها باعث جلوگیری و یا درمان کرونا نمی شوند.
آنتیبیوتیک ها علیه ویروس ها کار نمی کنند. آنها تنها علیه باکتری ها موثر هستند. کرونا یک ویروس است و بنابراین آنتیبیوتیک ها را نباید به عنوان ابزاری برای پیشگیری یا درمان استفاده کرد. با این وجود، اگر به دلیل بیماری کرونا در بیمارستان بستری هستید، ممکن است آنتیبیوتیک دریافت کنید، زیرا عفونت باکتریایی امکان پذیر است. ما باید به پست‌های رسانه‌های اجتماعی توجه جدی داشته باشیم و با مشاوره در مورد دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی www.who.int و سازمان ملی بهداشت عمومی www.eody.gr حقایق را بررسی کنیم. این ارگان‌ها معتبرترین منابع برای اطلاعات دقیق و موثق علمی در مورد بروزرسانی‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به ویروس کرونا هستند. ما وحشت نمی‌کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم اخبار جعلی باعث هراس و گمراهی ما شود. از خودمان تا آنجا که می‌توانیم مراقبت می‌کنیم. همیشه بر اساس دستورالعمل‌های رسمی عمل می‌کنیم و نه بر پایه شایعات. ما تسلیم ترس نخواهیم شد. امن بمانید. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr, που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. Είναι σωάλατε μοτεδάβελ παρόι μοχαγεράν بود. پادکست توسط سالیداریتی ناو با همکاری UNHCR و پاد.gr تهیه شده است که اطلاعات مفیدی را به پناهندگان و مهاجران ساکن یونان می‌دهد. پادکست را می‌توانید در وبسایت سالیداریتی ناو، در وبسایت پاد.gr، در وبسایت UNHCR، help.unhcr.org، در اسپاتیفای و در پادکست‌های اپل یا هر کجا که از تلفن همراه خود می توانید به پادکست ها گوش دهید پیدا کنید.